سرخط خبرها. ادامه روند افزایش قیمت ارز و طلا در ایران. بانک مرکزی میگوید با متخلفان برخورد قضایی میکنیم. افزایش شمار قربانیان همزمان با خیز سوم کرونا در ایران. 24 استان در وضعیت هشدار، برخی بیمارستان ها هم دیگر جا ندارند. برخورد دستگاه قضایی ترکیه با حامیان کردها. دستور بازداشت 82 نفر در ارتباط با اعتراضات 6 سال پیش. و بازگشت رقصندگان به صحنه باله در بریتانیا. سلام، به این بخش خبر خوش آمدید. من ناجی غلامی هستم. با ادامه روند افزایش قیمت دلار و رسیدن آن به 28700 تومان، قیمت سکه هم به بیش از 13,450 تومان رسید. بانک مرکزی ایران پیشتر گفته بود با تقویت طرف عرضه از نوسان بازار ارز جلوگیری خواهد کرد، اما به تازگی در واکنش به التهاب در بازار ارزهای خارجی، فروشندگان ارز را به برخورد قضایی تهدید کرده. شیدا هوشمندی گزارش می‌دهد. یک سال پیش این موقع باور دلار 20000 تومانی سخت بود. از زمانی که نرخ 20000 تومان عادی شد، قیمت‌های بعدی به راحتی پشت سر گذاشته شد. حالا شاید در نقطه پارسال ایستاده ایم. نرخ دلار مرز خود را به 30000 تومان نزدیک کرده و بیم آن می رود که اگر از این مرز عبور کند، پرواز دلار به قیمت‌های بعدی به راحتی و با سرعت اتفاق بیفتد. این وعده رئیس کل بانک مرکزی است کمتر از 10 روز پیش. وعده ورود به بازار از طریق عرضه سنگین و جلوگیری از نوسان نرخ ارز. نتیجه اقدامات بانک مرکزی هنوز در بازار احساس نشده. این نمودار تغییرات نرخ دلار از اول امسال را نشان می‌دهد. نرخی که از 16000 تومان اول سال حالا بیش از 1.5 برابر شده. همین روند تا حدودی در بازار طلا هم حاکم است. قیمت سکه تمام بهار آزادی در پایان هفته کاری که گذشت در برخی طلا فروشی‌ها در بازار تهران به حدود 13,400,000 تومان رسید. به این ترتیب قیمت سکه طلا از ابتدای امسال تا مهر ماه بیش از دو برابر شده. تحولات اخیر بازار طلا در ایران خلاف روند بازار جهانی این کالاست. افزایش قیمت دلار قیمت سکه را هم بالا برده. هرچند قیمت اونس جهانی در سه روز اخیر کاهش قابل توجهی داشته، اما نباید فراموش کنیم که قیمت ارز در بازار آزاد هم روندی مثبت داشته که توانسته است تأثیر افت قیمت جهانی طلا را خنثا کند. قیمت سکه در آخرین روزهای تابستان افت داشت، اما همزمان با افت شاخص بورس و محدود بودن معامله در بازار ارز، سکه با حدود 65% افزایش قیمت بیشترین بازدهی را نسبت به دو بازار رقیب داشت. قیمت ارز و طلا مانند هر کالایی تابع عرضه و تقاضاست. افت درآمدهای ارزی دولت پیرو کاهش جدی فروش نفت ایران طرف عرضه بازار را ضعیف کرده. طرف تقاضا اما روز به روز سنگین تر می شود. چرا که شهروندان ایرانی برای حفظ ارزش دارایی خود ریال را به ارز یا طلا تبدیل می کنند. همزمان نرخ بالای تورم در ایران و افزایش نجومی حجم نقدینگی باعث افت ارزش ریال می شود. در این میان تزریق ارز به بازار از معدود اهرم هایی است که بانک مرکزی برای حفظ مصنوعی ارزش ریال در برابر دلار از آن استفاده می کند. اهرمی که با محدود شدن ذخایر ارزی شاید دیگر کارایی سابق را نداشته باشد. شیدا هوشمندی، BBC. پیشتر از احمد علوی تحلیلگر اقتصادی پرسیدم آیا افزایش قیمت ارز در ایران آنطور که حکومت میگوید به دلیل اخلالی که متخلفان در بازار ایجاد میکنند است یا انعکاسی واقعی از وضعیت اقتصادی موجود؟ به هیچ وجه متخلفان نمیتوانند این کاهش مداوم و البته شگفت
ناپذیر به خاطر اینکه پیش بینی شده بود این مسائل غیر شگفت‌آور ارزش ریال در مقابل دلار رو تعیین بکنن. بالعکس میبایست به سراغ متغیرهای ساختاری رفت. بیاد بیاریم که رکود در ایران بنا به آخرین آماری که بانک مرکزی یا مرکز آمار حتی منتشر کردن نشون میده که ایران در هشتمین فصل رکود اقتصادی خودشه و این نشان دهنده تعمیق رکود. از طرف دیگه ما میدونیم که دولت هم کسر بودجه شدید دارد، میبایست نقدینگی وارد بازار بکنه و شکاف میان این دو بخش، یعنی بخش حقیقی و بخش پولی که رقم میزنه کاهش ارزش ریال در مقابل سایر ارزهای بین‌المللی و همچنین اون روی ماجرا تورم است. اگر تورم به طور روزمره محسوس است که افزایش پیدا میکنه، قدرت خرید رو کاهش میده، طبیعی است که ارزش دلار و سایر ارزهای معتبر بین‌المللی هم افزایش پیدا خواهد کرد و این فرایند البته تداوم خواهد داشت، چون چشم‌اندازی وجود نداره که نشون بده دولت ذخایر کافی داره برای تزریق به بازار، یا اینکه فرضاً این رکود مبدل میشه به رشد اقتصادی، یا اینکه دولت میتونه با جبران کسر بودجه خودش به نوعی مانع افزایش نقدینگی بشه. دقیقاً به موضوع مهمی اشاره میکنید و حالا آیا سوال اصلی اینه که آیا سقفی ما برای این افزایش قیمت دلار داریم؟ خب پول کاغذی یا اسکناس خودش که دارای ارزش ذاتی نیست. در دوران قدیم از فلزات گرانبها استفاده می‌کردن برای اینکه پول دارای به خودی خود دارای ارزشی باشه. همونجوری که تجربه کشورهایی مثل زیمبابوه یا ونزوئلا نشون میده، حد محدود یا سقفی وجود نداره برای بالا رفتن ارزش پول‌های معتبر بین‌المللی. بنابراین تا موقعی که اون متغیرها وجود داره و بخصوص باید اشاره کنم بحث آخرین آمار نشان میده که تراز تجارت خارجی ایران منفی است و این هم دامن میزنه در ترکیب با اون متغیرهای ساختاری بلند مدت. بنابراین میبایست جستجو کرد مشکل رو در متغیرهای ساختاری بلند مدت و کوتاه مدت و الا متهم کردن این بازیگر بازار یا اون بازیگر بازار یا به اصطلاح شاخصین متخلفین بازار ارز یا سرکوب کردن بازار جواب نمیدهد. گفتگویی بود با احمد علوی تحلیلگر اقتصادی. ایران برای بازگشت آمریکا به برجام در صورت پیروزی جو بایدن در انتخابات دو شرط گذاشت. مجید تخت‌روانچی نماینده ایران در سازمان ملل به بی بی سی گفته دولت جدید آمریکا باید تعهد کند نقض برجام تکرار نخواهد شد. شرط دوم به گفته او رسیدگی به خساراتی است که ایران از نظر مالی و رنج انسانی به خاطر تحریم‌ها متحمل شده. مشاور سیاست خارجی جو بایدن سه روز پیش در مصاحبه با شبکه سی بی اس گفت در صورت پیروزی آقای بایدن اگر ایران به اجرای کامل تعهداتش بازگردد آمریکا هم چنین خواهد کرد. علی عطا سخنگوی شورای شهر تهران میگوید بنابر ملاحظات و مصالح این نامگذاری خیابانی به نام محمد رضا شجریان ممکن نبوده است. این سخنان به نامه محرمانه محسن هاشمی در مخالفت با نامگذاری خیابانی به نام آقای شجریان اشاره دارد که بی بی سی فارسی پیشتر افشا کرده بود. در نامه آقای هاشمی از پیروز حناچی شهردار تهران خواسته شده بود مصوبه شورای شهر را درباره تغییر نام خیابانی به نام محمد رضا شجریان اجرا نکند. سخنگوی شورای شهر تهران میگوید آقای هاشمی با شهردار مکاتبه کرد تا بار حقوقی مسئولیت عدم اجرای این مصوبه به گردن شهرداری نیفتد. در ایران یک دانشجوی معترض به سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی با موشک سپاه برای اجرای حکم 5 سال زندان احضار شد. مصطفی هاشمی‌زاده دانشجوی مهندسی عمران دانشگاه تهران 26 دی ماه پارسال بعد از شرکت در مراسم یادبود جانباختگان هواپیمای اوکراینی بازداشت شد. تشکل‌های اسلامی تحت عنوان دانشجویان متحد دیروز با انتشار پیامی در صفحه تلگرام خود اعلام کرد آقای هاشمی‌زاده بارها توسط بازجو تهدید به مرگ با آمپول هوا شد. این گروه می‌گوید چند این بار به آقای هاشمی زاده گفته شده که صبح اول وقت او را خواهند کشت مگر آنکه اعترافات مورد نظرشان در برگه بازجویی ثبت شود.
برآوردهای مرکز آمار بریتانیا نشان می‌دهد در هفته گذشته روزانه حدود 9600 نفر به کرونا مبتلا شدند. این رقم حدود 60% از هفته گذشته بالاتر بوده است. شیوع ویروس در لندن و شمال غربی انگلیس بالاتر بوده است. البته داده‌های وزارت بهداشت بریتانیا که بر اساس نتایج آزمایش‌های انجام شده است نشان می‌دهد در همین مدت حدود 3000 نفر به صورت قطعی به کرونا مبتلا شدند. با از راه رسیدن آنچه خیزه سوم کرونا نام گرفته، تعداد جانباختگان این ویروس در ایران طی یک روز گذشته از 200 نفر گذشت. تا کنون تعداد کل جانباخته ها رسماً به مرز 25 هزار نفر رسیده است. رعایت نکردن توصیه های بهداشتی برای پیشگیری از شیوع و اعمال نشدن محدودیت ها از سوی دولت باعث وخیم تر شدن شرایط شده است. از ایران همچنین گزارش می رسد که بیمارستان ها هم در بعضی از استان ها با افزایش شمار بیماران و کمبود امکانات روبرو هستند. سیاوش اردلان گزارش می دهد. اسمش را خیز سوم گذاشتند، ولی این نامگذاری ها از تلخی چنین صحنه های کم نمی کند. یک خاک سپاری دیگر برای جانباخته دیگر. اینجا قم است، به روایتی مرکز شیوع کرونا در ایران، و حالا همچنان کانون شیوع، و آنگونه که مسئولان میگویند حتی به مراتب بدتر از گذشته. 120 نفر بستری ما دیروز داشتیم، یعنی آماری که واقعا برای ما بسیار غیر قابل تصور و غیر قابل پیشبینی بود. و پیک بیماران بستری روزانه‌مون در اسفند 98 160 نفر بود. در حال حاضر حدود 550 بیمار بستری داریم و واقعا تاب‌آوری نظام سلامت الان یه مقدار مشکل شده. اما گویی ظرفیت بشر برای عادت به شرایط ناگوار باعث شده ترس مردم هم نسبت به گذشته کمتر شود. این یک مراسم مذهبی در تهران است، دو شب پیش، و این هم ازدحام جوانان در دانشگاه تهران. رها کردن همشون، با هم دارن میرن بدون رعایت هیچ گونه پروتکلی. بی‌اعتنایی به پروتکل‌های بهداشتی فراگیر است، از مسافرت‌ها گرفته تا تجمعات. خیلی از مسافرت‌ها در شهریور ما افزایش پیدا کرد و افزایش مراودات اجتماعی رو داشتیم و حالا بالاخره جاده‌های شمال و این همه شلوغی و اینها دیدیم که متعاقب اون 10 تا 12 روز بعدش آمارها بیشتر شد و بالا رفته. تعداد جانباخته ها تنها در 24 ساعت گذشته به 207 نفر رسیده. اما مشکل اصلی پر شدن ظرفیت بیمارستان هاست. ما به ازای هر 100 هزار نفر اگر 3 نفر بیمار بستری داشته باشیم اون شرایط قرمزه. ولی دیروز ما به ازای هر 100 هزار نفر 4 برابر اون، یعنی 12 نفر بستری داشتیم. و این کادر درمانی بیمارستان‌ها را مثل بیمارستان شهید جلیل یاسوج عصبی و خسته کرده است. بیشک عقب افتادن دستمزد پرسنل درمانی کشور پرسنل بهداشتی کمکی به آرامش و قوت قلب آنها نکرده. 3 الی 4 ماه که اصل حقوقشون که کمتر از حد درقل قانون کار دریافت نکرد. حدود 5 هزار میلیارد تومان مد نظر قرار دادیم برای دولت. پول زیادی ندارد. وزیر بهداشت نتوانسته همه 1 میلیارد دلاری که قرار بود از صندوق ذخیره ارزی برای مقابله با کرونا اختصاص داده شود را از دولت بگیرد. این روزهای سخت غم‌انگیز بگذرد. بحران مالی در کنار ماجرای روانه شدن واکسن‌های آنفولانزا به نمایندگان مجلس به بحران بی‌اعتمادی ها هم دامن زده. فاصله اینجایی که ما وایسادیم تا صد زباله چقدر؟ و این را در کنار بحران بی‌اعتنایی هم قرار دهید، فاجعه تکمیل است. حداقل ایران مثل خیلی از کشورها با یک جنبش ضد قرنطینه و تظاهرات مردم علیه پروتکل‌های بهداشتی مواجه نیست. اما رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی دست کمی از مخالفت سیاسی با چنین پروتکل‌هایی ندارد. آنگونه که بهار امسال با هجوم ویروس کرونا به ایران همگان را درگیر کرد، امروز نیز با شروع پاییز انگار باز هم خطری فوری تر از کرونا وجود ندارد. سیاوش اردلان، بی بی سی. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. همزمان با ادامه روند افزایشی قیمت ارز و طلا در ایران، بانک مرکزی میگوید با متخلفان برخورد قضایی میکنیم. افزایش شمار قربانیان همزمان با خیز سوم کرونا در ایران. 24 استان در وضعیت هشدار، برخی بیمارستان ها هم دیگر جا ندارند.
در ادامه برنامه بازگشت رقصندگان به صحنه باله در بریتانیا. امروز در جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو 47 کشور جهان نقض آزادی‌ها در ایران را محکوم کردند. در بیانیه این شورا که نماینده آلمان آن را خواند، از شجاعت مدافعان حقوق بشر در ایران حمایت شده و از گسترش مجازات اعدام، نقض آزادی بیان و تجمع انتقاد شده است. در این بیانیه همچنین به موارد شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شدگان و عدم دسترسی به دادرسی عادلانه هم اشاره شده است. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر از وین با ما هستن. آقای نایب هاشم، با توجه به این جلسه و بیانیه این جلسه و اون چیزی که نقض حقوق بشر در ایران خوانده میشه، آیا میتونیم بگیم که وضعیت حقوق بشر مخصوصا از لحاظ شکنجه و اعدام ها در ایران الان خیلی بدتر شده؟ با درود به شما و بینندگان برنامه شما، مهمترین مسئله‌ای که در این بیانیه هم بهش اشاره شده مسئله رویدادهای آبان ماه به بعد هست. اینکه در این بیانیه به طور مشخص خواسته شده که یک کمیته حقیقت‌یاب یا تحقیقی که مستقل باشه، شفاف باشه و معتبر باشه تشکیل بشه. در مورد اعدام‌ها، خب اعدام‌های پرشمار کماکان ادامه داره، مسئله اعدام کودک مجرم‌ها کماکان ادامه داره. ایران از معدود کشورهایی هستش که این کار رو انجام میده و هر سال انجام میده، به طور مداوم انجام میده. به اون اشاره شده و خب به اعدام شتاب زده نوید افکاری اشاره کرده، به اعدام احتمالی برزان نصرالله زاده که با وجود بیماری‌ها ممکنه، بیماری‌هایی که داره و در سن نوجوانی از نظر اونها مرتکب جرم شده، بنابراین به اونها اشاره شده. شکنجه هم کماکان ادامه داره. خب ما شاهد انواع مختلف شکنجه هستیم، به خصوص در مورد اونهایی که شناخته شده نیستن، و این بیانیه به طور کلی لحنی رو داره که به شدت نگران هست نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران در مجموعه خودش، ولی به طور ویژه از اون با اینکه امروز در دستور در واقع نبوده یا در این جلسه در این اجلاس شورا در دستور نبوده مسائل مربوط به حقوق بشر، این کشورها ضروری دانستن که در این موضوع که برمیگرده به اینکه چه مسائلی باید مورد توجه شورای حقوق بشر قرار بگیره، مسئله ایران رو مطرح. خب معمولا ایران این موضوعات رو، نقض سیستماتیک حقوق بشر رو رد میکنه، اعدام شتاب زده نوید افکاری رو هم عده پاسخ به این تلاش بین المللی برای جلوگیری از این اعدام میدونن. واقعا کمپین های بین المللی و اقدامات حقوق بشری و بیانیه های از این دست چقدر واقعا میتونه کمک بکنه؟ قطعا کمک میکنه، هرچند که جمهوری اسلامی وانمود میکنه که نسبت به این مسئله بی توجه هست و عقب نشینی نمی کنه. من مجموعه اعدام شتاب زده نوید افکاری رو بیشتر در این رابطه می دونم که اون در اثر اعتراضات وسیع موجب شد که اعاده دادرسی در مورد امیر حسین رجبی و تمجیدی در واقع انجام نشه و اون به تعویق میفته، و نه در رابطه با اعتراضات بین المللی. اعتراضات بین المللی قطعا باید صورت بگیره و از این طریق هستش که ممکن است جمهوری اسلامی عقب نشینی معینی بکند. اگر چنین نباشد به هیچ وجه در واقع عقب نشینی نمی کنه جمهوری اسلامی. متشکرم. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در وین. ممنون از شما. ترکیه دستور بازداشت 82 نفر را به اتهام مشارکت در اعتراض‌های 6 سال پیش به طرفداری از کردها صادر کرده. در این اعتراض‌ها بیش از 30 نفر کشته شدند. در بین بازداشت شدگان شماری از شهرداران و نمایندگان سابق پارلمان از حزب مخالف دیده می‌شوند. حزب دموکراتیک خلق‌ها دستگیری‌ها را انتقام جویانه و تلاش دولت ترکیه برای تصفیه مخالفان دانسته. ژیار گل همکارم با ماست، بیشتر بگو ژیار این افراد چه کسانی هستند، چرا پس از 6 سال از اعتراض‌های که میگذر از این اعتراض‌ها اینها بازداشت شدن؟ خب ناگه اگه بیاد داشته باشید سال 2014، یعنی 6 سال پیش،
کوبانه شهر کردشین سوریه در محاصره داعش بود از سه طرف، و طرف دیگرش ترکیه بود که مرزهاشو به روی این شهر بسته بود، اجازه نمیداد داوطلبان اونجا به کمک کردها برن و یا مواد غذایی و کمک براشون بره. به همین جهت حزب دموکراتیک خلق‌ها که حزب طرفدار کردهاست یه فراخوانی داد در اون موقع. در چندین شهر بزرگ ترکیه تظاهرات گسترده و وسیعی بود، بخصوص در مناطق کردنشین، که این باعث شد در نهایت به حال درگیری‌های شدیدی به وجود بیاد. 37 نفر کشته شدن و از آن زمان به حال تعدادی از موقع دستگیر شدن. اما خب پس از این موضوع ما می‌بینیم که حدود به حال رهبران این حزب در زندان هستن از اون موقع، بخصوص بعد از اینکه به حال این آتش بس بین PKK حزب کارگران کردستان ترکیه و دولت شکسته شد، میشه گفت فشارها بر کردها افزایش پیدا کرد. و چقدر واقعا میشه گفت اونطور که این حزب دموکراتیک خلق‌ها گفته این دستگیری ها انتقام جویانه و برای تصفیه مخالفان هست؟ ببین اگه نگاه کنید در چند هفته و ماه گذشته سازمان‌های حقوق بشری از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، دیدبان حقوق بشر، عفو بین‌الملل بارها از وضعیت حقوق بشر در ترکیه انتقاد کردند، نگهداری و زندان رهبران کرد و اعضای این حزب و همچنین حدود 47 شهردار این حزب در مناطق کردنشین، اونا از پستشون عزل شدن و برای اون شهرداری‌ها قیم انتخاب کردن. بعضی از افراد به جرم توهین به آقای اردوغان در فضای مجازی یا توهین به سلطان‌های دوران عثمانی بازداشت شدن، محاکمه شدن و زندانی شدن. به همین جهت بعید به نظر میرسه ترکیه هم همچون ایران میشه گفت این مسیر رو داره طی میکنه، زیاد به اتحادیه اروپا و جامعه جهانی ثابت کرده در چند سال گذشته، به خصوص در دو سال اخیر توجه نمی‌کرده و تأثیر روش نذاشته. متشکرم از تو جیارگل. مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا در منطقه غرب به پایان رسید و از بین 4 نماینده ایران، پرسپولیس و استقلال به مرحله حذفی رسیدند. تیم پرسپولیس برای صعود به مرحله بعدی باید در آخرین بازی گروهی برنده می‌شد و این کار را با یک نمایش بدون نقص انجام داد. پوریا جعفر گزارش می‌دهد. بعد از صعود استقلال به مرحله حذفی، پرسپولیس هم احساس می‌کرد حتما باید خودش را به دور بعد برساند. یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس برای غافلگیر کردن حریف مستقیمش از شارجه امارات یک آرایش فوق تهاجمی به زمین فرستاد و شاید در همان دقیقه دوم مسابقه به پایان رسید. با حرکت نفوذی و ارسال عالی پهلوان و گل شجاع خلیل‌زاده، دفاعی که این روزها راه دروازه حریفان را خوب یاد گرفته. گلی که از یک طرف روحیه پرسپولیس را حسابی بالا برد و روحیه شارجه را نابود کرد. قبل از پایان نیمه اول کار به معنی کلمه تمام شد. گل دوم را عیسی آل کثیر با این پرواز تماشایی زد. و بعد وحید امیری با یک ضربه سر دیگر دور از دستان دروازه‌بان شارجه. نیمه دوم برای پرسپولیس نیمه حفظ نتیجه بود و برای اینکه هیچ حرفی در برتری متحد قرمزهای تهران باقی نماند، مهدی عبدی در آخرین دقایق گل چهارون رو هم زد. پرسپولیس 4 شارجه 0 و تیم پرطرفدار ایران که در سالهای اخیر بارها به این جام دور از دسترس آسیایی نزدیک شده، حالا میتواند یک بار دیگر شانس خودش را آزمایش کند. پوریا جعفره، BBC. در پاریس پایتخت فرانسه، مردی با تبر به 2 نفر حمله کرد و آنها را به شدت زخمی کرد. حمله در نزدیک دفتر سابق مجله طنز شارلی هبدو رخ داد. پلیس فرانسه میگوید 2 مظنون را در این رابطه دستگیر کرده. شاهدان میگویند قربانیان این حادثه زن و مردی بودند که در یک شرکت تلویزیونی کار میکنند. گفته شده آنها هنگام حمله در حال سیگار کشیدن کنار دیوار نگاره‌ای بودند که به یاد 12 قربانی حمله 5 سال پیش به دفتر شارلی هبدو کشیده شده است. این مجله با انتشار دوباره کاریکاتوری از پیامبر اسلام بار دیگر از سوی القاعده تهدید شده است.
کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در اقدامی بی سابقه به خاطر کشته شدن یک مامور کره جنوبی به دست افرادی از کره شمالی شخصا عذرخواهی کرده است. این مامور وزارتخانه شیلات کره جنوبی در نزدیک آب‌های مرزی دو کشور بوده. گمان می‌رود او می‌خواسته به کره شمالی برود. رهبر کره شمالی گفته این اتفاق نباید رخ می‌داد و گفته سربازان بیش از 10 تیر به او شلیک کردند. کره جنوبی می‌گوید نیروهای کره شمالی جسد قربانی را سوزاندند. یک شرکت فعال در زمینه رقص باله در بریتانیا میگوید به دلیل شیوع کرونا و قرنطینه 1,000,000 پوند از دست داده است، اما حالا میخواهد برای اولین بار بعد از 6 ماه برنامه زنده اجرا کند. این اجرا با لباس کامل باله خواهد بود، اما صحنه پردازی حداقل خواهد بود. تماشاگران هم باید تمام مدت اجرای برنامه ماسک بزنند و با فاصله بنشینند. گزارش لاکسمی گوپال رو ببینیم. آغاز تمرین یک باله سنتی، البته نه خیلی سنتی. آخرین اجرای باله نورثن گیشا بود در اسفند پارسال. بعد از تنها یک اجرا قرنطینه شروع و این برنامه هم تعطیل شد. حالا این هنرمندان دوباره روی صحنه خواهند رفت با برنامه‌ای که ترکیبی از رقص مدرن و کلاسیک است. فکرشو بکنید اجرای دوباره بعد از 7 ماه. دروغ چرا؟ کمی استراب دارم، ولی خب خیلی برای اجرای دوباره هیجان دارم. دیدن اون همه نور، شنیدن موسیقی و صدای تشویق حاضران بعد از این همه وقت تمرین و آمادگی حس خیلی خوبی داره. دلم برای فضایی که با تماشاگران با هم میسازیم تنگ شده. هیچ شباهتی به خونه موندن و آشپزی کردن نداره. تنها کاری که در قرنطینه میشد کرد تمرین زیاد بود. تمریناشون در اتاق نشیمن و آشپزخونه فوق‌العاده بود. اما مثل اینکه آدم بخواد دور وان حمومش ماراتون بدوه. باید فضا داشته باشی تا بتونی. و برای همین اولین قدم این بود که همه رو برگردونیم به استودیو. اما چالش بزرگتر این است که چطور می شود در رقصی که لازمش لمس کردن است با احتمال شیوع کرونا مقابله کرد. رقصنده هایی که در جریان رقص با هم ارتباط فیزیکی دارند در یک حباب اجتماعی قرار می گیرند و در زمان تمرین و اجرا فقط با همدیگه در ارتباطند. تمرین رو با فاصله 2 متری شروع کردیم. سعی کردیم حرکت ها رو یاد بگیریم بدون لمس کردن پارتنر. تنها به موزیک گوش دادیم و حرکت ها رو تجسم کردیم. بعد سیکونس ها رو جدا جدا تمرین کردیم و در آخر همه رو به هم چسبوندیم. در استودیو باید ماسک هم می‌زدیم که وقتی فعالیت بدنی می‌کنیم خیلی کارو سخت‌تر می‌کنه. در جریان اجرای زنده ماسک ها رو بر می دارند، اما تماشاچی ها باید تمام مدت ماسک بزنن و فاصله اجتماعی رو رعایت کنند. هرچند این تجربه مانند پیش از کرونا نیست، اما در این دوران پر از بیم و امید دست کم قدرت رقص شما رو برای مدتی از این جهان جدا می کنند. لاکسمی گوپال، BBC نیوز. می‌رسیم به پایان این بخش خبر و البته اضافه بکنم که مطالب و اطلاعات و جزئیات بیشتر در مورد خبرها رو میتونید در وبسایت ما هم ببینید. الان در وبسایت من گزارش جالبی می‌بینم در مورد جزئیات پنهان در شاهکارهای نقاشی که به ریزکاری شاهکارهای نقاشی از پیکاسو گرفته تا ادوارد مونش می‌پردازه. می‌رسیم به پایان این بخش خبر. ممنون از همراهیتون با بی بی سی فارسی.